درود بر همه عزیزان، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. ببینید، انسان در اوایل زندگی خودش، در اوایل تاریخ، در جنگل، در طبیعت به سر می‌برد. ذهنش طبیعی بود تا اینکه کشاورزی به وجود اومد. وقتی کشاورزی به وجود اومد، ذهنیت کشاورزی به وجود اومد. ذهن انسان یک قدم رشد کرد، در واقع از نظر منطقی رشد کرد، ولی از نظر درونی از درون فاصله گرفت و ذهنیت کشاورزی به وجود اومد. بعد از انقلاب صنعتی، تفکر صنعتی به وجود اومد. تفکر صنعتی خیلی منطقیه، در واقع منطق میشه گفت یه جوری بالاترین حد منطق اون زمان به شمار میرفت. و انسان باز هم یک پله از درون خودش فاصله گرفت و مصنوعات درونی رو ساخت. تفکر صنعتی در واقع میشه گفتش که مصنوعیه. درون انسان هم دو قسمته، یک قسمت طبیعیه، یک قسمت مصنوعیه. اون قسمت مصنوعیش، یک قسمتش که یک مرحلهش همون مرحله صنعتی بود. و بعد از انقلاب دیجیتال، ذهنیت دیجیتال رو وجود اومد، عقل دیجیتال، هوشمندی دیجیتال. هوشمندی دیجیتال دیگه میشه گفت خشک‌ترین تفکره، در واقع از اون روح درون، از اون طبیعت درونی خیلی فاصله داره. الان انسان امروزه با طبیعت گردی، خیلی‌هاشون دارن خیلی لذت میبرن، دوست دارن که برن تو طبیعت. اون کسی که به دنبال حقیقته، به دنبال طبیعت هم هست. کسی که همش پشت کامپیوتر نشسته، تفکر دیجیتال داره، اون ممکنه اصلا طبیعت گردی براش لذت بخش نباشه، ممکنه تو همون تفکر دیجیتالی گیر کرده باشه. به طبیعت درونت پناه ببر، برو تو درون خودت، به طبیعت درونی خودت پناه ببر تا لذت از درون بجوشه. ما میایم تو طبیعت، از طبیعت لذت میبریم، ولی وقتی شما برید تو طبیعت درون، دیگه از طبیعت درونی خود لذت میبرید. لذت میشه گفت دیگه منبعش درونی میشه. پس به طبیعت درون حرکت کنید تا از درونتون لذت ببرید. وقتی هم که به طبیعت میرید، به طبیعت احترام بگذارید. احترام به طبیعت، احترام به کل هستیه. احترام به طبیعت، احترام به درون خودمونه. به طبیعت احترام بگذاریم، به طبیعت درونی پناه ببریم تا سرزنده باشیم و به طرف موفقیت و شادی و خوشبختی و تکامل حرکت کنیم. درود بر شما.